مردم در این پروسه به بنای میتونیم بگوییم قربانی دادن مردم هم به خاطر خاص به خاطر خواسته های آقای رئیس جمهور است، یا ای که بنای جناب اشرف غنی واقعا خواهان انتخابات واقعی و خواهان میتونیم بگوییم که امتداد ریاست جمهوری و نظام جمهوری در افغانستان است؟ امین نیت آدم ها را کس باسانی نمی فهمه، ولی از گپایی که معلوم میشه اشرف غنی میخواه به هر نحوه که شده انتخابات تطبیق کنه. اگر حتی اگر او قربانی مردم هم قربانی میگیره، برای میگه که ما کوشش میکنیم که امنیت از این مردم ها بگیریم. انتخابات های قبلیم تطبیق شد به این شکل، طالبا اخطار داد و مانع از این نشد که انتخابات برگزار نشه و این انتخابات هم شاید برگزار شوه، ولی اینا فعلا اشرف غنی میخواد که دستاورد داشته باشه حداقل که یک دولت مشروع را به وجود بیاره که او را میشه، یعنی که پسان او را کس گفته نمیتونه که واقعا دولت مشروع به وجود میای، یعنی به خاطر که اگر شفاف نباشه انتخابات، اگر مردم تعداد رایندنده زیاد نباشه او را ما نمیتونه که سپاس از شما آقای جاوید حکیمی آگاه روابط بین الملل. سپاس بیننده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان بزنس باشین. شب شما بخیر. سهیل شاهین نماینده طالبان اعلام کرد که زمان بندی خروج نیروهای خارجی نهایی شده و پس از توافقنامه در گفتگوهای میان افغانی در مورد نظام آینده افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. همزمان با آن رسانه آمریکایی CNN گزارش داده است که دیروز آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو یک طرح برای رسیدن به یک توافق نهایی روی مسئله صلح افغانستان با وزیر خارجه و وزیر امنیت ملی آمریکا رایزنی کرده است. با سلام و وقت شما بخیر، من محمد میلاد کمال هستم و برای بحث بیشتر پیرامون صلح بیشتر صحبت خواهیم کرد با بانو ممتاز یوسفی فعال حقوق زن. خیلی خوش آمدین بانو ممتاز به برنامه ما. سلامت باشین. سلام به شما، سلام به تمام بیننده که امید از بردی تلویزیون خود ما رو تمام تماشا میکنن. سلامت باشین. بس را میخواییم از ابراز اخیر آقای سهیل شاهین یا گفتگوی میتونیم بگیم سخنگوی طالبان در قطر آغاز بکنیم. اونا بنابرای گفتن که اگر انتخابات در افغانستان برگزار شود بنابرای جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. شما چی فکر میکنید؟ ما شما در مدت بیشتر از 6 ماه شاهد می هستیم که دکتر صاحب خلیلزاد این برنامه پروسیسل را در پیش گرفتن. اینا نشستایی با طالبان که داشتن بالاخره نتیجهشان قبل از این اعلان کردن که ما توافقنامه در بینشان به پایان رسیده و اینا به روزای نزدیک اینا توافقنامه صلح را اینا به امضا میرسانن و پیش از اینکه این برنامه صلح از اینا در مدت اینمی 6 ماهی که اینا در جریان پروسه صلح بودن، ما باید است که در بین از یا همین مذاکرات صلح که جریان داشت اینا باید است که یک آتش بس عمومی را باید اینا سر از او بس میکردن که آتش بس میشد. در مدت اینمی 6 ماهی که پروسه صلح روان است، ما شاهد هستیم که چقدر انفجارات و انتحاری ها در کابل در ولایت های ما بیشتر زیادتر شده. و بحثتان سرازی بود که شاهین آقای شاهین بنا اعلام کردن که در صورت که انتخابات برگزار شود جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. اینا رو فکر کنین که یکی موضوعی هست که مردم افغانستان در مجموع از جنگ بسیار خسته شدن. اینا میخواین که در افغانستان دیگه صلح بیه و این کسایی که پس دوباره به این موضوع دامن میزنه که انتخابات شود پس دوباره در افغانستان جنگ میشه. جنگ کی میکنه؟ خود جنگ پس اینه ما خود ما میکنیم. یعنی جنگ ما با کشورهای دیگه خود نیست، بین خود ماست. موضوع صلح، موضوع ازی که انتخابات میشه یا نمیشه، در هر صورتش باید انتخابات شود.
به خاطر از اینکه میار وقتی که آقای دکتر سبا شوغنی میارش پورشته و اینا وقتش معین است که باید میشه وقت ماه میزان باید انتخابات صورت بگیره باید از صورت بگیره. اما چی زمانت وجود داره که انتخابات شفاف میباشد؟ طالبا اعلام کردن که در صورت که برگزاری انتخابات احتمال ازی وجود داره، احتمال جعل و علاوه از او امکان ازی وجود داره که بسیار فساد گسترده صورت بگیره. اونا به این عقیده هستن که نظام فعلی افغانستان و رئیس جمهور افغانستان نمیتونه که یک انتخابات شفاف را برگزار بکنه. خود این موضوع جای شک نیست که تقلب و مشکلاتی که ما در افغانستان داریم مثلا انتخابات پروسه انتخابات ما به صورت خوبتر نتونیم مطالب پیش بریم. اما دمی چند دهی که ما انتخابات پیش گرفتیم مشکلات خود داشتک. اما موضوعی است که وقتی که ما در اقالت صلح در افغانستان صلح برابر شود تأمین شود طبعا معلوم دار است که ما میتونیم که انتخابات بسیار خوب برگزار کنیم. اما بیشتر از اینکه ما سر انتخابات اگر انتخابات شود اینا رو مشکلات ما عمده خود داریم. بعضی کسا میگن که انتخابات میشه، بعضی کسا میگن نمیشه. طالبان اعلام میکنن که انتخابات شود ما این حالت جنگ در افغانستان دوباره جنگ شروع میشه، جنگ تنظیمی البته. اما وقتی که انتخابات میشه خب اما مردم امیدوار ازی است که انتخابات شوه، رئیس هر کس باشه انتخاب میشه بس به عنوان رئیس جمهور اونا یک اعتماد نسبت به حکومت شاید پیدا کنند. اینا رو زمان رسیده که امی مردم اعتمادش نسبت به حکومت ضعیف شده میره. زمانی که اینا میگن که انتخابات میشه بعضی کسا بعضی صفحات اجتماعی یا مثلا فیسبوک ها اعلام میگن که انتخابات نمیشه، حکومت موقت میشه، یا مثلا طالبا با توافق نامه رسیدن اینا حکومت موقت اعلام میکنن یا حکومت امارات اعلام میکنن. نه، پس اگه ما تمام مردم افغانستان با حکومت موقتش کس یعنی چی ندارن، نمیخواین حکومت موقت بین و مردم میخواه که انتخابات شود. خب به نوع آخری نامار که صورت گرفته ایده بیشتر کثیر مردم اصلا تمایل به انتخابات ندارن. آخری نامار که صورت گرفته بیشتر از 70% مردم افغانستان اولویت صلح را میتن. پس چرا دولت افغانستان در چنین وضعیت زیاد تمرکز بالای انتخابات میکنند در صورتی که گفتگوهای مستقیم اونا نزدیک شدن به گفتگوهای مستقیم با طالبان؟ چرا دولت افغانستان نمیخواهد که زیاد تمرکز خود را بیشتر بالای پروسه صلح بکنه و به نوع آقای رئیس جمهور خواهان برگزاری انتخابات است؟ آقای رئیس جمهور خواهان برگزاری انتخابات هم است و آقای رئیس جمهور قبل از اینکه برنامه انتخابات شروع شود ما جرگه مشورتی داشتیم که در اونجا تقریبا بیشتر زندانی طالبان آزاد کردن و اینا خواهان صلح بودن، گفتن که ما صلح در افغانستان میریم. طالبان هم میتونه بگیم بالمقابل روز عرفه 76 زندانی نیروهای نظامی افغانستان را آزاد کردن. پس در این صورت که همزمان دو طرف حاضر به این شدن تا زندانی های یکی دیگر را رها بکنن و در کل توافقات بینشان کم کم صورت بگیره، گفتگوها آغاز شود، چرا دولت افغانستان تمرکز بیشتر خود را روی انتخابات میکنن نسبت به سال؟ دولت میخواه که انتخابات شود، رئیس دولت میخواه که انتخابات شود، انتخابات هم شفاف باشه. اما فکر نکنم که انتخابات شفاف شود به خاطر از اینکه ما شاید چند دقیقه امی چند انتخاباتی که بودیم مشکلات بسیار عمده خواهد داره. آیا آقای رئیس جمهور به دنبال مهندسی انتخابات است و اونا مطمئن هستن از این موضوع که اونا پیروز میشن که خواهان برگزاری انتخابات هستن؟ و یا اینکه واقعا به دنبال از این هستن که نظام جمهوری را به نوعی که خودشان میگه حفظ بکنن؟ رئیس دولت خب میخواهد که نظام جمهوری را حفظ کنه و انتخابات شود، اما مردم افغانستان وادار به این است که صلح در افغانستان بیاید. به این مانند هدفشان این است که انتخابات میشه نمیشه، چون که دیگه 41 سال افغانستان در حالت جنگ است. این یک طفل که تولد میشه بالاخره به پیری میرسه، در این متواتر جنگ دوامدار بوده که بشین در تمام دنیا دوام کشوره یگانه کشور که در افغانستان است که 41 سال جنگ سپری کرده. حالا مردم خواهان انتخابات و مردم که در جمع که مردم آدم میشینه در بین مردم صحبت های که آدم میداشته باشه، مردم خواستار انتخابات نیستن، مردم خواستار صلح هستن که باید صلح بیه.
اگر طالبان می طالبان هم بیان در مذاکرات بشینن، اگر حکومت موقت هم می حکومت موقت به شکل بیان که یک صلح برقرار شود. پس چرا دولت افغانستان توجه نمیکنه به ذهنیت و فکر مردم؟ اطور است که ما تا این امیل ازده که از وقتی که پیش گذشته از 18 سال پیش با 18 سال میشه که ما از حکومت طالبا که در چی حالت مردم افغانستان قرار داشتک به نظام جمهوری ما برابر شدیم و بالاخره تا این امیل ازده که ما هستیم، هیچ کسی فقط به خاطر مردم خود کار نکرد، هر کس به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر افس کردن کرسی خود اینا کار کردن. ما دمی قدر وقته که مردم هستن، مردم هایی که هستن امروز برنامه انتخابات از رئیس جمهور در پروسه انتخابات در کمپاین هستن، امیال کسایی که درستشان کار میکنه بر انتخاباتشان، اونا هدفشان ایزی نیست که آیا باید اینا باید رئیس جمهور به کرسی بشانه، اینا هدفشان از پول گرفتن هست که اونا باید از در کمپاین ها اشتراک کنن و پول بگیرن و اگر رئیس جمهور برسه این کار خودشان هست. اما زمانی که ما هر کس اگر مثلا رئیس جمهور هست، اونا میگن که آیا صلح بیه نه بیه، مقصد ما در دوره بعدی هم باید رئیس جمهور باشم. یا مثلا کسی دیگه که خود دیگه مقدر عبده کنید که داخل شده داخل چه انتخاباتی هستن، اینا هم میگن که ما باید است که در چوکی قدرت خود برسم. اما این به خاطر مردم نیست که آیا مردم تلف میشه در ولایت های ما چی حالت قرار داره، چقدر نظامی ما از بین میره و چقدر مشکلات ما در افغانستان داریم. در این مدت 18 ساله که ما در این مشکلات ها دچار هستیم، بالاخره امروز این سرچشمش میرسه که اینا میگن که حکومت مخرب میشه، یعنی ما پس دوباره به طرف عقب میریم. خب به خاطر به دست آوردن چیز باید چیز را از دست داد، حالا به خاطر رسیدن به توافق نهایی با طالبان و به خاطر صلح دائمی باید دولت افغانستان هم قیمت را بپردازد. اما آیا واقعا دولت افغانستان خواهان برگزاری انتخابات است و چرا دولت افغانستان حاضر به این نیست که از انتخابات بگذره به خاطر صلح؟ دولت افغانستان هدفش از ما خو اما موضوعات میچرخه به سر طالبان. اگر مدت که افغانستان در مدت این 6 ماهی که گذشت بیشتر از 6 ماه توافق نامه بین حکومت افغانستان و طالبان همین پروسه سال جریان داشت که دکتر صاحب غلیزاد بیشترین وقت خود به این مذاکرات که از امریکا برودو مثلا عربستان، این یک پروسه بسیار بزرگ بوده که اینا همین سلسله تای مراحل کردن، بالاخره به توافق نامشان امکان داره که 2 روز یا 3 روز یا 4 روز بعد اعلان شود. که توافق نامه بین امریکایی ها است و در اینجا دولت افغانستان اصلا سهم نداره. بازم سوال مطرح میشه که چرا دولت افغانستان در گفتگوهای مستقیم طالبان با امریکا حضور نداره و بنابراین تا هنوز هم دولت افغانستان برایش آشکارا نیست که در این توافق نامه چی موضوعات گنجانیده شده و در کل چرا امریکایی ها توافق نظامی خود را خروج نیروهای خود را با طالبان میخواین به امضا برسانند در حالی که توافق پایگاه های نظامی خود را با دولت افغانستان به امضا رسانیده بودند؟ امریکا به دنبال چی است؟ امریکا امروی توافقنامه‌شان به امضا رسیده گفته شده بودند که وقتی زمانی که با توافقنامه طالبان با حکومت امضا شوه پایگاه خارجی از افغانستان بیرون شوه. اینا با این توافق رسیدند که مثلا پایگاهشان بیرون شوه و میتونه که افغان خودشان امنیت خود بگیرند. اما برخلاف امریکا امروز که ما این مشکلات را که میبینیم تمام موضوعات ما وابسته به امریکا است. اگر امریکا بخواهد در افغانستان سلامه، خب واضح گپ است که معلوم داره است که سلامه و زمان که امریکا نخواهد بر ما امتر مشکلات ها و چالش ها را بر ما پیدا میکنه. خب امریکا با ایجاد پروسه صلح و گفتگوهای مستقیم با طالبان آیا واقعا به دنبال صلح واقعی در افغانستان است یا به دنبال یک بهانه که نیروهای خارجی خود را از افغانستان بیرون بسازند؟ احتمال میره که یک بهانه باشه و در صورتی که جنگ در افغانستان دوباره آغاز پیدا بکنه آیا فکر نمیکنین که امریکا در جنگ افغانستان و حذف تروریسم از افغانستان ناکام میشن؟ ناکام شده دیگه، ناکام خود در تروریسم ناکام شده و ناکام میشه به خاطر از اینکه ما در نمقدر جنگ که ما سپری کردیم کل عاملش نمی بوده که مثلا اینا نخواستن که در افغانستان آرام شود. اینا امریکا نمیخواد که افغانستان آرام باشه. اگر مثلا ما بخوایم که اینا میخواستن که امریکا افغانستان آرام باشه، اینا میتونن که زودتر سلاح در خودشان میتونن که زودتر سلاح در افغانستان بیارن. اما ما جنگ ما که از جنگ داخلی است، جنگ بیرونی نیست که ما که در کشور جنگ داشته باشیم. چرا طالب ما امروز که ما میکنه سلفی که ما میشه؟
خب بنابرای طالبان میگن که حمایت از اون از کشورهای اسلامی است، و آیا واقعا امریکا از یک سو جنگ را در افغانستان آتش میزنه و از سوی دیگه به دنبال صلح است، یعنی بازی همزمان دو بازی را انجام میده، یا این که واقعا صلاح خیر داره؟ نه خیلی سیاست از این است که سیاست را که اینا پیش گرفتن که از یک طرف اینا میگن که ما پروسه صلح را پیش گرفتیم و میخواییم توافقنامه امضا کنیم، از یک طرف دیگه اینا دیگه مشکلات را ایجاد میکنن که انتخابات باید نشوه، مثلا توافقنامه اعلان شوه، مثلا حکومت موقت شوه. پس چرا حکومت موقت بیه؟ حکومت موقت خب پس نمقدر مقدر افغانستان که نمقدر خود رسان داره، جای خود رسان داره، ایده ما پس دوباره وقت بریم ای دستی که خود امریکاست. امریکا نمیخواد که ما جوان ما پیشرفت کنه، امریکا نمیخواد که ما افغانستان پیشرفت کنه، این بنابرای خاطر منافع خودش ضربه میده. آقای رئیس جمهور چند پیش اعلام کردند که حدود صلح به دست زنان افغانستان است. شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا صلح به دست زنان افغانستان است و آیا واقعا زنان افغانستان تا حال در گفتگوها و پروسه صلح سهم داشتن؟ شما شاید همی هستین که در پروسه صلح نام میگن که مثلا 30% ما 10% خانم ها در اونجا که سهم داشته، اما بیشتر خانم هایی که رفتن ما باید در پروسه صلح از خانمایی را ما اینجا میرفت به خاطر مذاکرات در بین طالبا میشتن که اونا از فامیلای جنگ زمین بوده، که اونا یکی از اعضای فامیل خدس داده بوده که اونا میرفتن درد فریاد خود بر طالبا. امریکا تا هنوز میتونیم بگوییم بنای گفتگوی مستقیم با طالبا داشته و دولت افغانستان هم در این گفتگو سهم نداشته و زنان افغانستان هم در این گفتگو سهم نداشته، پس چرا زنان افغانستان بنابرای سهم نداشتن زمانی که دولت افغانستان نتوانه گفتگوی مستقیم با طالبان داشته باشه؟ بدون شک زنها هم و یا نماینده های مردم هم نمیتونه گفتگو داشته باشه. علت چی است؟ امریکا به یک نوع میگه که حامی دموکراسی در افغانستان است و به خاطر حقوق زن اونا همیشه تلاش میکنن، و از سوی دیگه اصلا دولت افغانستان و حتی زنان افغانستان در این گفتگوها نقش ندارن. حکومت 10% خانم ها را اینا میگن 30% خانم ها سهم داره، اما در جایی که میرسه حکومت میگه که بیشترین در پروسه صلح باید خانم ها اشتراک داشته باشه، من بر 10% خانم ها اشتراک داشته اما 30% هم اشتراک نداشته. ما حکومت که بخواهد که مثلا خانم ها هرچقدر خانم ها را که در حکومت وصل میکرد، پروسه صلح وصل میکرد، اینه همگی یک اعتماد بسیار خوب پیدا میکرد نسبت به حکومت که در آینده اگر طالب ها داخل حکومت شود ما میتونیم که یک جایگاه خود داشته باشیم. اینا دوباره انتداد محدود را ساختن، برابر کردم که اینا یک ذره امیدواری مردم را کمتر ساخته. حالا که از یک خانم که پرسان میکنی که میگه طالب ها بیایی چی کار میکنیم، شاید ما پس مثل گذاشته باید به عقب بریم، اما نه، فکر باید از خانم هایی که در اجتماع بوده برآمدن تا این زمان اینا فعالیت هایی که داشتن اینا باید از مبارزه خود پیش برن، به خاطر از اینکه نصف قشر جامعه را می خانم ها تشکیل می دهند. در هر پروسه در هر بخش خانم ها دو سهم داشته، اما بیشتر جایی که خانم ها سهم داشته عقب پشت پرده بوده، اما اونا را مستقیما مواجه نساختن، اینا رو به شکل یک مزبگیر از اونا استفاده کردن، اما بعد از این باید این کار فاید نشد. خب نماینده هایی که از طرف دولت اعزام هم شد و قرار از تا هفته های دیگه هم اعزام شد بعد از توافق نهایی طالبا با امریکا، بیشتر این نماینده ها اکثر احزاب میگن که اینا نماینده های خود دولت افغانستان است و بنابرای از مردم افغانستان نماینده وجود نداره، حتی از زنان خود زنانی که در افغانستان زندگی میکنن نماینده وجود نداره، فقط اینا نماینده ها یا همون نماینده های تیم آقای غنی یا تیم دولت ساز است. شما چی فکر میکنین؟ آقای غنی واقعا به دنبال ازی است که تیم خود را بیشتر در این گفتگوها سهم بده و یا ای که به تمام مردم افغانستان در این گفتگوها سهم داده؟ تا حالا که ما شاید همی بودیم که تمام کسایی که در حکومت بوده تمام ملت ما در این پروسه هیچ سهم نداشتن، یک تعداد محدود که از رئیس دولت بوده در هر پروسه یک چند خانمه هستن که هم بیشتر تمام مردم بشان شناسایی داره که همیشه بار بار از اونا استفاده شده و در پروسه بوده برنامه اونا اشتراک کردن و اشتراک میکنن هم بعدشان، اما کسایی که پروسه که از پروسه ملی هست کلی باید اشتراک داشته باشن، اما بدبختانه که تا حال از اونا کس استفاده نشده. ما در بیشترین مشکلات که داشتیم تا این زمانه که در جنگ های ولایت های ما که خانم های هستن که بسیار در مشکلات های دچار هستن، که اصلا خانم هایی که در پای تخت هستن فکر نکنم که با مشکلات اونا مواجه بوده باشن، اما ما از اونا استفاده نکردیم
که نامبرن در پروسی اشتراک کنند و امروی طالبان دارد. خب چرا دولت افغانستان از این قشر استفاده نمی کنه و در کل بیشتر نماینده های خود را یا از خود کابل مثلا سهم می تبه نماینده هایی که در خود دولت سهیم هستند یا باشنده های کابل اگر از ولایت هم هستند باشنده های کابل هستند، چرا از مناطق جنگ زده یا مادر که فرزند خود را در جنگ از دست می ته او در این گفتگاه سهم نداره؟ چرا حداقل در لوی جرگه مشورتی سال هم ما دیدیم که از این زنان خیلی کم رنگتر بود نفوذشان نسبت به کسایی که بیشتر در فعالین مدنی بودن؟ ما شاید پروسه گپی که شما اشاره کردین از جرگه مشورتی را، ما که شاید عینی هم پروسه بودم، ما بیشتر کسایی که دیدم از یک خانواده از ولایت 5 نفر اشتراک کرده بودک، اما از یک خانه هیچ کس اشتراک نکرده بودک. اینه پا برتان پیشتر گفتم که هر کس به خاطر منافع شخصی خود پیش میره، هر کس که امروز این ملت در این مملکت کار میکنه به خاطر ملت خود به خاطر مردم خود کار نمیکنه، اونا فقط چیزی که بر خود در نظر گرفتن مادیات در نظر گرفتن که در یک جای برشان مادیات باشه و نظم برشان استفاده شه، به خاطر درد ملت و درد مردم اینا کار نکردن و نمیکنن. پس رای حل چی است در این وضعیت؟ مردم افغانستان چی مسئولیت دارن که انجام بدن؟ مردم افغانستان آنقدر رنج و ستم و بیچارگی را اینا مظلومیت اینا تیر کردن که دیگه برای از اینا هیچ، اینا بیخی از نگاه روانی همشان مشکلات روانی مشکل پیدا کردن، مشکل روانی به این مانا که اینا هیچ نمیتونن که تصمیم خود بگیرن. این اینقدر وقتی که یک مملکت که 41 سال جنگ تیر کنه آیا کی راحت میباشه؟ امیال فکر نگم که هیچ کس احساس آرامش که کسی که در راه میره او اصلا روش اگر در اونجا باشه جسمان باشه روح هم دیگه جای است. مشکلات های هم دیگه خود ما داریم. راه حلش این است که اگر کسی به خاطر ملت خود کار میکنه، به خاطر مردم خود کار میکنه، پس اینا یک توافق نامی رو به امضا برسن که موضوعش هدفشان صلح باشه، که ما صلح رو وقت زمان که صلح رو برقرار بسازیم ما میتونیم که انتخابات خوب رو برگزار کنیم، شفافیت هم باید باشه و مردم هم یک اعتماد پیدا کنن و صندوق های رهدی برن. زمانی که این نباشه، روزی که ما صلح نداشته باشیم، از یک خانواده میتونه که در صندوق های رهدی بره برای مورد نظر خود رای پرته، او در اونجا آیا امنیت از او سیف است؟ خب بخواد میگه که اگر برم شاید انتحاری شد، اگر برم شاید انتحاری شد. خب پس چی ضرورت است در صورتی که خود طالبا هم تهدید میکنن انتخابات و پروسه انتخابات را اونا گفتن عملات خود را افزایش میدن، دولت افغانستان در چنین وضعیت بیشتر توجه میکنه به انتخابات در صورتی که رای دهنده وجود نداشته باشه و جان مردم میتونیم بگوییم که تأمین نباشه و سیف نباشه، پس چی ضرورت است که دولت افغانستان در تو یک برهه از زمان انتخابات را مطرح میکنه؟ ما قبول کنیم که هیچ کس نمیخواد که در افغانستان صلح بیه. زمانی که در افغانستان صلح بیه اینا به موی آلت خود باز نمیمانند. کسایی که در اینجا امتیازات را برخواهد امتیازات حکومت برخوردار هستند، کسایی که اینا استفاده جویی هستند، اینا ای کسایی که در این باندای مافیا هستند و از انسانهای قاچاق میکنن مواد مخدر داخل به افغانستان میاره، یک باندی هستن، اینا هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان صلح بیه. کسی که واقعا او کسی هست که تشنه صلح است، او کسی است که امروز هم به مو یک مثلا فرض مثال یک مربی یک مرد میبینیم که به خاطر یک 7000 تومان در پشت تخته برای 50 شاگرد درس میده، اونو خواهان صلح هست. یا مثلا یک مامور دولت که دائما میره به خاطر ترانسپورت نداره و نان چاش هم نداره، به خاطر یک 12-13 هزار پا میره به خاطر نفقه فامیل خود در گزارتخانه کار میکنه و یک شوکی بسیار پایین، اما صحبیش بسیار شاید بالاتر باشه. این کسا صلح میخواه، کسایی که در فساد آغوش هستن اونا هیچ وقت صلح در افغانستان نمیخواه. پس رایل چی است؟ در یک وضعیت که امریکا هم به دنبال منافع خود است و شما گفتین به دنبال یک بهانه است به خاطر خروج نیروهای خود و دولت افغانستان هم به دنبال انتخابات است، پس مردم افغانستان چی مسئولیت دارن و در کل چی کسی مردم افغانستان و یا همی وضعیت را تغییر بدن؟ ما شما وضعیت تغییر در هر حالت ما نمیتونیم که وضعیت خود تغییر بدیم، به خاطر از اینکه ما شما یک کشور فقیر هستیم که نمیال تمام سیستم کاری ما از ماش ما گرفته تا اهمیت ما طولش به دست امریکا است. ما چیکار میتونیم کرده که ما سالان ما خود ما برخواد برقرار بسازیم؟ ما چیکار میتونیم که انتخابات خود ما برگزار کنیم؟ ما خیلی تصمیم گیر نیستیم، ما نمیتونیم که تصمیم خب چگونه این وضعیت تغییر بکنم؟ حالا رایل چی است؟ در صورتی که تر یک وضعیت است و مردم افغانستان تصمیم گیر نیستن، چی کنم که تصمیم گیر شوند و بالاخره از این وضعیت بحران برایند؟ این تعلق میگیره به خود مردم افغانستان.
که صدای خود را بالا کنند. 41 سال شد دیگه، فکر نکنم که مردم دیگه توانایی زیر داشته باشه که باز یک 5 سال یا 10 سال دیگه اونا باز یک جنگ دیگر سپری کنند و دوباره باز یک جنگ های تنظیمی دیگر سپری کنند که باز دوباره جنگ آقا شود. این باید از مردم بخیزد دیگه. آن خصوصا نسل جوان ما که اینا از زمان که اول شدن تا این زمان در پروسه جنگ و مشکلات ها و مثلا انتحاری ها و یا داخل ازی هستن، ولی یک جوانی که مثلا امروز پرسان کنیم میمش هستن آرامی در افغانستان نیدیم، علت ازی که هست؟ علتش نمی کسایی هست که در مقامات ما بودن، کسایی هستن که بین وان ازی آمدن که مثلا و زمانی که اینا جهاد میگن که ما جهاد کردیم ما حکومت آزاد ساختیم، اینا باید از واقعا آزاد می ساختن. امروز این جنجال و مشکلات ها اینا دامن نمی زن، این می دامن زن از خود تنظیمات ما شما، از خود ازبای ما شما است، کسی دیگه بر ما مشکلات ایجاد نکرده. سپاس از شما بانو ممتاز یوسفزایی از اینکه در برنامه تشریف داشتید. سلامت باشین. شکر. بیننده های عزیز سپاس از اینکه تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان بزنس باشین. شب شما بخیر. ما دیگه قدرت سیاسی را، ثروت ملی را از انحصار ازی رئیس زاده ها و وزیر زاده های موروثی، از انحصار ازی لومپن های خارجی و دو پاسپورت ارگنشین خارج میکنیم و به غریب بچه های صدیق و متحد وطن انتقال میدیم. کارت اتصالات خیش را تا 45 روز اخیر استفاده ننمودید، همین حالا با اضافه نمودن 50 افغانی و یا بیشتر آن را فعال سازید و 2 جیب اینترنت و یا 500 دقیقه اتصالات و اتصالات که برای 3 روز قابل اعتبار می باشد رایگان به دست بیاورید. تنها این نیست، بعد از فعال نمودن سیم کارت خیش شما می توانید 5 جیب اینترنت و 1000 دقیقه اتصالات و اتصالات را که برای 3 روز قابل اعتبار می باشد فقط در بدل 400 افغانی به دست بیاورید. سیم کارت خیش را همین اکنون فعال سازید و از فواید رایگان بی‌نظیر لذت ببرید. اتصالات آینده از شماست. آمدن امروز خود بسیار خوش ممنون استم و پذیرایی که به من ملت فرام باید بسیاری فرام بفرماید مرا آزادی 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 عزیزی بان که 100 سالگرد استرداد و استقلال کشور را به ملت قهرمان افغانستان تبریک عرض می دارد. آیا می دانید؟ ارکوت نوشابه ها و انرژی های گازدار با حجم 300 سیسی در بازار 36 گرم شکر خالص دارد و مصرف شکر باعث بروز مشکلاتی چون افزایش قند خون، چاقی، پوسیدگی دندان و از کار افتادن دستگاه معده می شود. اسید فسفوریک نوشابه های موجود در بازار برای دستگاه گوارش، گرده ها، پوست و بسیار از اعضای دیگر اثر مخرب داشتند و باعث پوکی استخوان می شود. پول افغانی نشانه افتخار، اقتدار و هویت ملی ماست.